So in this study, we're looking at Jesus Christ, who he is, and to some extent what he did. خب جلسه امروز در مورد معرفی سرورمان عیسی مسیح هست و در مورد شخصیتشون و اینکه کی بودند و چه اقداماتی را انجام دادند. And this is important because Jesus is the central figure in the whole of Christianity. و این مسئله بسیار مهم هست چون در واقع مسیح جز مهمترین شخصیت های مسیحیت به حساب میاد. So you can't be a Christian unless you understand who Jesus is. و شما نمیتونید یک فرد مسیحی بشید یا به عنوان یک فرد مسیحی محسوب بشید و در حالی که اطلاعات کافی در مورد خود عیسی نداشته باشید. And we're going to look in Acts chapter 10 as an introduction. و خب به عنوان مقدمه به اعمال رسولان باب 10 میپردازیم. So let's just say what's happening here. Everybody finds Acts chapter 10. و خب ببینیم در این قسمت چه چیزی گفته شده اعمال رسولان باب 10. And what's happening here is that there is a man called Cornelius, who's a Roman officer. خب اینجا نکته که گفته شده یک افسر رومی بوده. And he has been studying the Old Testament and wants to know more. و اون در حال بررسی کتاب عهد عتیق بوده که بتونه دانشش رو در مورد این زمینه بیشتر و بیشتر کنه. And the Apostle Peter has been sent to tell him about Jesus. و در واقع پیامبر پتروس ارسال شده بوده و میره به اون سمت که اطلاعات بیشتری رو در مورد عیسی مسیح به اون بده. And Cornelius is in this city which is called Caesarea. و اون منطقه در واقع در منطقه به اسم سیزریا قرار داشت. And at this time, the Romans ruled the part of this map that's marked in purple. و همونطور که روی صفحه می‌بینید رومیان تمام بخشایی که به صورت بنفش رنگ نشون داده شده رو در واقع سلطه داشت، زیر سلطه خودشون داشتن. This is known as Judea at this time. و در اون بازه زمانی اون منطقه بنفش رنگ به نام جودیا نامیده می شده. Jesus has been teaching considerable amount in partly in Judea, but also in Galilee, which is the bit in green here. ولی خب عیسی مسیح همانطور که در جودیا آموزش میدادن و موعظه میکردن زمان قابل ملاحظه رو در قسمت سبز رنگ گالیلیا حضور داشتن و موعظه میکردن. And the city which was the center of Roman rule was Caesarea. This is where their headquarters was. و شهر سیزریا شهری بود که در واقع قلب فرماندهی رومیان بود و مرکز فرماندهیشون هم در سیزریا قرار داشت. So Cornelius is an officer in the Roman army and he is in their headquarters for the whole of Judea. و در واقع کوردیلیا در قسمت همون سیزریا بوده در ارتش روم و در همون منطقه اقامت داشته. So let's see what Peter says to him. خب ببینیم که در واقع پتروس چه چیزی رو به این شخص میگه. Acts of the Apostles chapter 10 and verses 37 to 41, if you could read that. خب اعمال رسولان باب 10 آیه های 37 تا 41. شما می دانید که این امر چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه می کرد در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت و چگونه خدای عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مس کرد به گونه ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد از آن رو که خدا با او بود. ما شاهدان همه اعمالی هستیم که او در سرزمین یهود و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشیده کشتند، اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و ظاهر ساخت،
اما نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده بود، یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان با او خوردیم و نوشیدیم. Right. Thank you very much. So that tells us a lot about Jesus. و خب این چند آیه اطلاعات بسیار زیادی رو در مورد عیسی مسیح به ما میده. So he begins by saying, Cornelius, you know what happened in Judea. و خب شما این آیه رو اینجوری شما شروع میکنه که میگه که شما میدونید که در یهودیه یا جودیا چه اتفاقی افتاده. So Cornelius is at the Roman headquarters. He would get reports from all over Judea. و کورنلیسس در واقع یک سری گزارش ها را از تمامی اطراف جودیا دریافت میکنه. And it talks about Jesus healing the sick. همچنین در مورد این صحبت میکنه که در واقع عیسی بیماران را شفا میداد. It starts with him being baptized by Yahya. و همچنین این مسئله رو میگه که خود عیسی در ابتدا تعمید داده میشه در توسط یحیی. And then that God gave Jesus the power to perform miracles. و از اون به بعد هم خداوند از طریق روح القدس به اون قدرت هایی میده که در واقع معجزاتی رو انجام بده. It also says that Jesus was crucified and raised from the dead. همچنین اینجا ذکر میکنه که عیسی در واقع به صلیب کشیده میشه و در روز سوم دوباره از مرگ برمیگرده و زنده میشه. And it twice refers to the apostles as witnesses. و در واقع دو بار هم اشاره میکنه به پیامبران و رسولان به عنوان شاهدان. So in verse 38, they're witnesses of the things that Jesus did in Judea and in Galilee. و در واقع در آیه 38 به خود عیسی اشاره میکنه. And then in verse 41, they're witnesses to the resurrection. و در آیه 41 به شاهدان رستاخیز عیسی اشاره میکنه. And what you have is quite a good summary of what Jesus did as you find it in the Gospels. و اون قسمتی رو که خوندیم، آیه‌ای که خوندیم، خلاصه خوبی هست در مورد عیسی در کتاب مقدس. So we've got Jesus. He was given the Holy Spirit by God. He traveled through Galilee, Judea, and went into Jerusalem, where he healed people and taught. و خب اینجا در مورد قدرتی که روح القدس به عیسی میده و در مورد معجزه هایش و سفرهایش در یهودیه و گالیلیه صحبت میکنه، در مورد شفای بیماران صحبت میکنه. Then in Jerusalem he was crucified and rose from the dead. و در اورشلیم به صلیب کشیده میشه و در اونجا نیز از در واقع مرگ دوباره زنده میشه و رستاخیز پیدا میکنه. And in verse 42 you find that Jesus is going to come back and judge the living and the dead. و در آیه 42 خواهیم دید که در واقع عیسی باز خواهد گشت و فرمان روایی خواهد کرد. Now let's think about the birth of Jesus. خب در ابتدا به مسئله در واقع به دنیا آمدن عیسی میپردازیم. And that happens in the reign of the king Herod the Great. و این اتفاق زمانی افتاد که زمان پادشاهی هرود بود. So let's go to Matthew chapter 2. خب دوستم به متا باب Chapter 2 دو and verse 1. آیه یک، متا باب دو آیه یک. چو عیسی در دوران هریدوس پادشاه در بیت لحم یهودی به دنیا آمد، هان چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند. Right, so
Jesus is born in the reign of a king who is known as, well, he starts a dynasty of people called Herod. خب عیسی همونطور که گفتیم در زمان پادشاه هرود به دنیا اومد. So he becomes king. He has three sons who become kings. He has a grandson who becomes a king and a great grandson. خب در واقع هرود فرزندانی داشت که پادشاه شدند و بعد نواده و نواده‌هاش هم نیز پادشاه شدند. And Jesus is born in Bethlehem. و در واقع همونطور که روی صفحه میبینید اگر ماوس رو نگاه کنید در عیسی در بیت لحم به دنیا آمده. And that's about 8 kilometers south of Jerusalem. که در واقع حدود 8 کیلومتر در قسمت جنوبی اورشلیم قرار داشت. But you'd expect a king of the Jews to be born in Jerusalem. That was the main city of the Jewish people. و خب در واقع همونطور که میدونیم این بیان کننده این هست که در شهر اورشلیم که مرکز یهودی ها هست این اتفاق خواهد افتاد. So we have wise men who have somehow found out that Jesus is being born, or that a king is being born of the Jews. They see a star in the sky and somehow know what that means. و خب چیزی که اطلاع داریم یک مرد باهوش و فرهیخته بوده که بر اساس ستارگان متوجه در واقع به دنیا آمدن یک پادشاه و در واقع به دنیا آمدن عیسی شده، ولی دقیق نمیدونیم به چه صورت. They go to the king's palace in Jerusalem. و اونها میرن در واقع به اون مکان پادشاهی در اورشلیم And they assume that someone is going to be king will be born in the king's palace. و اونها چون فکر میکردن که یک فرزند پادشاه به دنیا آمده، خب متقابل میرن به کاخ پادشاهی در واقع به اونجا سر میزنن. But Herod knows that no child of his has recently been born in Jerusalem. اما هرود مطمئن بوده که هیچ فرزندی از اون در اورشلیم در واقع به دنیا نیومده. But he's been warned. So the wise men carry on. They find Jesus in Bethlehem. و در واقع به اون هشدار داده میشه و اون فرد دانا در واقع عیسی رو در بیت لحم پیدا میکنه. And Herod decides to get rid of this potential king. He's going to kill all the little children. و در واقع هرود خب تصمیم میگیره و تلاش میکنه که از شر این پادشاه بالقوه در آینده خلاص بشه و تلاش میکنه که اون رو بکشه. The wise men may very well have come from Iran. They're described as Magi, which is the Greek name for the people who were priests in Iran. و اون فرد در واقع دانای فردی بوده به اسم مگاهی که از بخشی از ایران بوده و این مسئله رو میدونسته. And they go back to Iran without telling Herod where Jesus is. و اون برمیگرده در واقع به ایران بدون اینکه به هرود بگه که عیسی کجا هست. And Mary is the mother of Jesus, and Joseph, who is married to Mary, and they take Jesus and they escape to Egypt. و خب در واقع مری که مادر در واقع عیسی بوده با فردی که حالا در بعد ازدواج میکنه فرار میکنن به صحراهای اطراف اورشلیم. So they're refugees in Egypt for a little while. و به عنوان پناهنده در واقع اونجا برای مدت زمانی میمونن. Herod has the small children in Bethlehem killed, or small boys anyway in Bethlehem killed. و خب در واقع هرود هم شروع به کشتن بچه ها کرده بوده. Now that wouldn't be very many. There'd perhaps be 20 of them.
تعدادشون خیلی زیاد نبوده، حدود 20 تا از کودکان رو شروع به کشتن کرده بوده. So it doesn't appear in histories because the Herod does massacres of up to 1,000 people at a time. ولی خب این مسئله خیلی شفاف نیست بر اساس نکات تاریخی، به خاطر که تو اون باز زمانی خود هرود هزاران نفر رو قتل عام کرده بوده و کشته بوده در کل. Historians outside the Bible haven't recorded him killing children in Bethlehem. نه و خب این مسائل در کتاب های خارج از کتاب مقدس هم ذکر شده که اون بچه هایی رو در بنت لحم شروع به کشتن کرده بوده And then Herod dies. و خب بعد از مدت زمانی هرود میمیره. And there's a family tree of Herod. و خب اینجا همونطور که روی صفحه میبینید عزیزان، درخت خانوادگی هرود وجود داره. Better say that the Herod's family is much more complicated than this. ولی خب قطعا میدونیم که خانواده هرود بسیار بسیار پیچیده تر از اون چیزی است که اینجا ما نشون میدیم. Because he had many, many different wives. به خاطر که اون همسران بسیار متنوعی داشته And they gave him many different children. و در واقع اونها به هرود فرزندان زیادی میدن. And they all married their cousins and their step cousins. و خب اونا هم در واقع ازدواج میکنن با در واقع اقوام خودشون و دوباره با نوه های اقوام خودشون همینجوری به ترتیب ازدواج میکردن. So what I've done is I've just cut out all the ones that became king. ولی چیزی که اینجا میبینیم رو اونهایی رو نشون میدیم که در واقع پادشاه شدن. So when Herod dies, he divides his kingdom, which was the quite large, into three parts. خب وقتی که هرود میبینه اون منطقه پادشاهیش از اون جایی که یک منطقه بزرگی بوده به سه بخش تقسیم میشه. And they go to three sons of his, Archelaus, Antipas, and Philip. و همونطور که میبینید این سه منطقه بین ارشیلیوس، انتیپاس و فیلیپ دوم در واقع تقسیم میشه. Yeah, it gets confusing because there we had two sons called Philip. و اینجا یک کمی در واقع گیج کننده هست چون هرود دو تا فرزند به نام فیلیپ داشته Yeah, different mothers. و از مادرهای مختلف. So there's Herod the Great's kingdom. خب اینجا همونطور که میبینیم سرزمین پادشاهی هرود هست And it breaks up into three sections. و اینجا میبینیم که به سه بخش در واقع تقسیم میشه. So Archelaus has the bit in purple. خب اون فرد اول بخش در بنفش رنگ داشته. And Antipas gets Galilee and this bit in what's now Jordan. و آنتیپاس در واقع فرزند دیگر هرود این بخش سبز رنگ گلیلیا و قسمت در واقع سبز رنگ رو برای پادشاهی داشته که میبینیم روی صفحه. And Philip gets this bit here, which is mostly in Syria now. و خب فرد سوم که به احتمال زیاد فیلیپ دوم باشه این بخش زرد رنگ که حالا به احتمال زیاد سوریه هم توی این حوزه قرار گرفته رو برای پادشاهی داشته. And well, Joseph and Mary don't go back to Judea. خب ولی جوزف و مری در واقع به یهودیه بر نمی گردن. So if we can look in the Gospel of Matthew and verse 19 to 22, please. خب اگر متا the same chapter 2. That's right, Matthew chapter 2. متا باب دو which verses? And verses 19 to
23, please. To the last part. Okay. آیه های 19 تا 23 بچه ها متا باب 2 آیه های 19 تا 23. پس از مرگ هرودس فرشته خدا در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردند. پس او برخاست کودک و مادرش را برگرفت و به سرزمین اسرائیل رفت. اما چون شنید آرکلاوس به جای پدرش هرودس در یهودیه حکم میراند، ترسید با آنجا برود و چون در خواب هشدار یافت، رو به سوی نواحی جلیل نهاد و در شهری به نام ناصره سکونت گزید. این واقع شد تا کلام انبیا به حقیقت پیوندد که گفته بود ناصری خوانده خواهد شد. So, Archelaus was even more cruel than Herod the Great. و خب اون فرزند خود هرود آرکلاوس بسیار در واقع فرد خونخوار و وحشی تری نسبت به پدرش بوده. And so the family doesn't go to live in the part of the world ruled by Archelaus. و خب اون فامیلی دوست نداشتن خانواده برن در بخش زندگی کنن که به هر حال زیر فرماندهی این فرد در واقع خونخوار بوده. Instead, they go into Galilee. ولی به جاش در واقع میرن توی بخش گلیلی. And there they stop in Nazareth. و در واقع در منطقه نازرس سکونت میکنن و توقف میکنن. So Nazareth is fairly safe. It's not in the kingdom of Archelaus. و این منطقه نازارس خب یک منطقه امنی براشون محسوب می شده چون از حوزه پادشاهی آرکلاوس به دور بوده. It's in the area ruled by Antipas. و در واقع منطقه بوده که توسط پسر دیگه هرود آنتیپاس در واقع پادشاه می شده. And it's the village that Mary had lived in. و این در واقع روستایی هم بوده که مری قبلا اونجا زندگی میکرده. And there Jesus grows up and becomes a man. و اونجا بوده که در واقع در همین نظریه عیسی رشد میکنه، بزرگ میشه و به یک مرد تبدیل میشه. Now let's just look at one more passage in Matthew. Matthew chapter 13. خب یه بخش دیگر در متا ببینیم، متا باب 13. And this tells us about the rest of the family that Jesus grew up in. و در واقع اینجا توضیح میده در باره بقیه اعضای خانواده عیسی که باهاشون بزرگ میشه. So the Jesus later on comes back to Nazareth and visits it again. خب عیسی در واقع در یک بازه زمانی دوباره به نظریه بر میگرده و به خانوادهش سر میزنه. And the people say, why is this man important? و خب اونجا مردم میگن که خب چرا این فرد مهم هست. So if we could read Matthew chapter 13 verses 55 and 56. خب متا باب 13 آیه های 55 و 56. آیه های 55 و 56. مگر او پسر آن نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیست و برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نیستند؟ مگر همه خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند؟ پس این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ So Jesus has four brothers. خب اینجا مشخص میکنه که عیسی چهار برادر داره. And two of them later on write letters which are in the New Testament. و دو تا از برادرانش بعداً در واقع یک سری نامه ها رو می‌نویسن که در کتاب عهد جدید وجود داره.
That's Jacob and Judah. و که یعقوب و یهودا هستند. And but at this time they don't believe Jesus. ولی در اون زمان اونها به عیسی اعتقادی نداشتند. It says that in verse 57. و این مسئله تو آیه 57 دیده میشه. Right, so اوکی. پس به نظرشان ناپسند آمد، اما عیسی به آنان گفت نبی بی حرمت نباش جز در شهر خود و خانه خیش. Right, so in his own hometown and his own household, his own family, he's not recognized, it says. اوکی، و اینجا چیزی که میبینیم در واقع عیسی در شهر خودش بوده، در خانه خودش بوده، ولی اون مورد توجه قرار نمیگیره و شناخته نمیشه. But I want to look go back to think about the birth of Jesus a little bit more. اما خب اینجا بریم یه کمی برگردیم به و بررسی کنیم به دنیا آمدن خود عیسی. Because the interesting thing is that Jesus' father was not the husband of his mother. و نکته بسیار مهم این هست که میدونیم که در واقع پدر عیسی همسر مریم نبوده. So, Matthew chapter 1 and verse 18. متا باب 1 آیه 18. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود، اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. So it's a miracle. It's the Holy Spirit that starts Jesus being born. و اینجا این همون معجزه هست که در واقع روح القدس باعث در واقع آبستن شدن مریم میشه و معجزه انجام میشه. And there's a more detailed picture of that in the Gospel of Luke. و خب اطلاعات بیشتر رو در این زمینه در کتاب لوقا داریم. So Mary is going to have a child by a miracle. و در واقع مریم یک فرزند بر اساس معجزه و قدرت روح القدس خواهد داشت. That'll be a bit of a surprise for her, so an angel is sent to tell her what's going to happen. و خب این مسئله بسیار باعث تعجب مریم شده بوده و یک فرشته به سمتش فرستاده میشه و اون رو راهنمایی میکنه که بهش میگه چه اتفاق خواهد افتاد. And in Luke chapter 1, we have an account of what the angel tells Mary is going to happen. و در لوقا باب 1 اون صحبت های فرشته به مریم رو خواهیم داشت. So could you read Luke chapter 1 verses 30 to 33, please? دوستان لوقا باب 1 آیه های 30 تا 33. اما فرشته به ای را گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است، اینک آبستن شده، پسری خواهی زاید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. Okay, so the angel is telling Mary that she's going to have a baby, it's going to be a boy. و خب اون فرشته در واقع به مریم میگه که اون یک فرزند پسر خواهد داشت. And he's going to be they're going to she's got to call him Jesus. و نام او رو عیسی خواهی نامید. And in Hebrew that would mean Savior or God saves. و خب به زبان عبرانی یعنی شخصی که نجات دهنده هست یا از فردی که از سمت خدا برای نجات فرستاده شده نامیده میشه. In verse 32, it tells us that he's going to be the Son of God.
و در آیه 32 به ما میگه که اون فرزند خداوند خواهد بود. And that he's going to be a king in the line of David, the ruled as king 1,000 years earlier. و اون در ادامه پادشاهی داوود که 1000 سال قبل از تولد عیسی مسیح بوده خواهد بود و اون پادشاهی داوود رو ادامه خواهد داد. And he's going to rule forever. He's never going to have an end to his kingdom. و پادشاهی او ابدی خواهد بود و زمان پادشاهیش بی پایان. And the other thing is that he's going to be called the Son of God, the Son of the Most High. و مهمترین نکته که اون فرزند خداوند هست و فرزند خداوند نامیده خواهد شد. Now, Mary, I was going to say she's surprised. That doesn't reach it. It's much more than that. و خب مشخصا مریم در اون بازه زمانی شگفت زده شده بوده And she wants to know how it's going to happen. و اون میخواسته بدونه که این چجوری اتفاق خواهد افتاد. So she asked that in verse 34. و این رو در واقع در آیه 37 34 بیان میکنه. So if you could read verse 20, verses 34 and 35, please. مریم از آن فرشته پرسید این چگونه ممکن است زیرا من با مردی نبودم. فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن، از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. So the angel tells her this is going to be a miracle. It's going to happen by the power of God. و در واقع فرشته بهش میگه این اتفاق خواهد افتاد و توسط روح القدس قدرت خداوند این اتفاق انجام میشه. And this is why Jesus is going to be called the Son of God. و اینجا دقیقا به همین دلیل هست که ما عیسی را فرزند خدا می نامیم. He's the Son of God because he has no human father. اون فرزند خداوند هست چون پدر انسانی نداشته. His only father is God. و تنها پدرش خداوند هست. Now, the other interesting thing is it tells us that God is going to give him something. و نکته بسیار مهم این هست که خداوند به اون یک قدرت یک چیز خواهد داد. It says in I find out when I've got it. Yes, the Lord God will give him, it says in verse 32. و خب خداوند به اون در آیه 32 میگه چه چیزی خواهد داد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. So God is going to give something to Jesus. و مشخصه که خداوند به عیسی چیزی خواهد داد. And that is telling us that Jesus is not God because God has to give him something. و این نکته بسیار مهمی رو به ما بیان میکنه که عیسی نمیتونه خداوند باشه چون خداوند میخواد به عیسی قدرتی رو ببخشه و توانمندی رو ببخشه. So the Bible describes Jesus as the Son of God, and he is the Son of God. He has no other father, but it doesn't describe him as God. و خب همونطور که میبینیم کتاب مقدس هم عیسی رو در واقع پسر خداوند مینامه و این مسئله غیر از چیزی نیست که عیسی پسر خداونده. And this distinction between God and Jesus is there throughout the whole of the Bible. و ما این تمایز بین خداوند و عیسی رو در واقع در کل کتاب مقدس میبینیم. So let's just go back to the passage we read in Acts chapter 10 and you see that. خب برگردیم به اعمال رسولان باب 10. And well, let's look at
verse 38, first of all. اعمال رسولان باب 10 آیه 38. و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت و قدرت مس کرد، به گونه ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد از آن رو که خدا با او بود. So there are a couple of points just in that verse. First of all, it says that God gave the Holy Spirit to Jesus. خب چند تا نکته تو این آیه وجود داره. اولین نکته این هست که خداوند قدرت خودش و قدرت روح القدس رو به عیسی میده. So if God gives something to Jesus, then Jesus is not God. و خداوند بوده که این قدرت رو به عیسی داده، پس عیسی نمیتونه خودش خدا باشه. And at the end of the verse, it says that God was with him. و در آخر آیه هم میگه که خداوند در کنار او هست همیشه. So if God is with him, then he can't be God. و وقتی که خداوند در کنار عیسی بوده در همه زمان ها، پس نمیتونه عیسی خودش خدا باشه. Verse 40, if you could have a read that. اما خدا او را در روز سوم برخیزانید و ظاهر ساخت. So God raised Jesus from the dead. و خب باز بر اساس این آیه میبینیم که در روز سوم خداوند عیسی را از مرگ زنده میکنه. So again, it's telling us a difference between God and Jesus. و دوباره این شاهد این مسئله است که در واقع خود عیسی نمیتونه خدا باشه. And if you look in verse 42, you can see that he's chosen by God to be the judge. و بر اساس آیه 42 هم در واقع میبینیم که در واقع عیسی توسط خداوند انتخاب شده. So if God has to appoint Jesus as the judge, then Jesus is not God. پس اگر خدا بخواد عیسی رو به عنوان یک قاضی و داور انتخاب کنه، و باز ما به این مسئله میرسیم که خب عیسی نمیتونه خودش خدا باشه و عیسی فرزند خدا است. And in fact, there are many, many reasons for understanding that Jesus is not God. و بسیار دلایل دیگه هم وجود داره که به ما نشون میده که این مسئله اصلا وجود نداره که عیسی خدا باشه. And I've got a sheet of with 11 of those reasons on which I'll get Sister Jill to put on the WhatsApp group later. و خب یه در واقع صفحه ای که 11 مورد دیگه باز در مورد این مسئله ذکر شده رو توی صفحه واتساپ خواهر جیل خواهم گذاشت. But we'll just look at three of those reasons now. ولی خب ما به 3 تا از این دلایل اینجا میخوایم بپردازیم. So the first one is if we go to 1 Timothy. خب اگر بریم در واقع اول تیموتائوس، And it's chapter 2. اول تیموتائوس باب 2. Give everyone a chance to look it up and then we'll find verse 5. اول تیموتائوس باب 2 آیه 5. زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. So it's telling us that there are two different things there. There's one God, and there's one person who stands between God and mankind, and that's Jesus. و اینجا یک نکته بسیار مهمی در ابتدا گفته میشه که ما فقط یک خدا داریم، و نکته بعدی دیگه گفته میشه که یک فردی هست که به عنوان یک واسطه بین خداوند و انسانهایی که روی زمین زندگی میکنن وجود داره، و اون هم عیسی هست. So Jesus stands between God and man. He represents mankind to God and he represents God to mankind. از همونطور که گفتیم عیسی به عنوان یک واسطه، یک میانجیگر هست بین در واقع خداوند و انسان و انسان و خداوند. And this verse tells us that Jesus is a man. و این آیه به ما میگه که عیسی یک انسان هست. Right. So that's one reason. Second reason, Jesus has a God. و نکته بعدی این هست که در واقع خود عیسی هم خداوند داشته. So let's look at a few passages that say that.
خب یه سری از آیه ها رو نسبت به این زمینه بررسی کنیم. The first one is in Matthew chapter 27. خب برمیگردیم متی باب 27. So we again take a little pause while people find it. Matta boba bisto haft. خب دوستان بیاید متی باب 27 And we're going to read verse 46. آیه 46. Chehel Shish, but let me say something first while everyone's finding it. Jesus is on the cross now. خب یه نکته اینجا میگم، در اون زمان در این بازه زمانی در واقع عیسی به صلیب کشیده شده He is about to die. و اون خب دیگه آماده مردن هست. And he gives a prayer to his father. و اون شروع میکنه به دعا کردن و صحبت کردن با خداوند. So, if you could read Matthew chapter 27 and verse 46. نزدیک ساعت نهم عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ Thanks. So we've got it in Aramaic, the language that Jesus often spoke. Sometimes spoke Greek, sometimes Aramaic, and we've also got it translated for us into Greek. ولی خب در واقع عیسی هم به زبان یونانی صحبت میکردم آرمانیک، ولی خب به زبان یونانی هم اینجا ترجمه شد. So Jesus is praying to God, and he calls him his God. و اون شروع میکنه با خدا دعا کردن و اون رو خدای خود مینامه. ای خدای من, he says. و اون میگه ای خدای من، ای خدای من. So he Jesus has a God. پس متقابلا ما به این نتیجه میرسیم که عیسی خودش خدای داشته. Let's look at another passage a little bit later, John chapter 20. خب یوحنا آیه بابا بیست. اول یوحنا the No, first not about Injil Johanna. مکاشفه یوحنا Bob a beast. باب 20 And it's going to be verse 17. آیه 17. think I'm not It's in Injil Johanna, for the beast. okay. خب بچه یوحنا باب 20 آیه 17، من یه لحظه اشتباه کردم ببخشید. عیسی به او گفت: بر من میاوی، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردم، بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می کنم. Right, so this is after Jesus is raised from the dead. و این خب موقعی گفته میشه که عیسی از مرگ زنده شده. And he says he is going to his father. و اون میگه که اون دوباره به سمت پدرش خدا باز خواهد گشت. He tells us his father is our God and also his God. و میگه که در واقع پدرش همون خداوند، هم خدای ما هست و هم خدای خودش. So again, Jesus has a God. و متقابلا به این نتیجه رسیدیم که خود عیسی هم نیز خدا داشته. And the third verse, this time, the third passage, this time will go to Mokafeshi Yohana. و خب این مسئله به ادامه پیدا میکنه در مکاشفه یوحنا. So this is the revelation, and we're going to look in chapter 3. خب مکاشفه یوحنا باب 3 and verse 12.
آیه 12، مکاشفه یوحنا باب 3 آیه 12، هر که غالب آید او را ستونی در معبد خداییم خواهم ساخت و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد کرد. بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل می شود و نام جدید خود را خواهم نوشت. So in that verse, there are four times when Jesus refers to his God. و در این آیه می‌بینیم که در واقع عیسی چهار بار نام خدا رو ارجاع میده و بیان میکنه و میگه. So Jesus has a God. و خب متقابلاً خود عیسی خدایی داشته. So ask the question, is there any other God besides the God of Jesus? و اگر شما این سوال میاد تو ذهنتون که اگر غیر از خدای عیسی خدای دیگه وجود داشته باشه، And the Bible is very clear, there is no other God. The only God is the God of Jesus. و در اینجا کتاب مقدس خیلی شفاف این مسئله رو میگه که ما هیچ خدای دیگه نداریم و فقط یک خدا داریم و اون خدا خدای همه ما و خدای عیسی هست. So, as Jesus has a God, Jesus cannot be God. و خب به این نتیجه می‌رسیم که از اونجا که خود عیسی خدا داشته، پس خودش نمیتونه به عنوان خدا در نظر گرفته بشه. God is the greatest being. There can be no being greater than God. و خب خود خداوند در واقع پروردگار ما هست و یگانه پروردگار ما هست و چیزی بالا مقام تر از خدا وجود نداره. And besides that, we know there's only one God, and that is the God of Jesus. و مهمتر از این مسئله میدونیم که فقط یک خدا وجود داره و اون هم همون خدای عیسی هست. And Jesus says this almost directly in John chapter 17. و در واقع خود عیسی در یوحنا باب 17 این مسئله رو مستقیم بیان میکنه. So it's John chapter 17 and verse 3. خب یوحنا باب 3 انجیل یوحنا باب 17. 17 یوحنا باب 17 دوستان آیه 3 و این از حیات جاودان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند. So Jesus is praying to his father and he says to his father, you are the only true God. و خب عیسی داشته با خداوند درد و دل میکرده، دعا میکرده و بهش میگه تو فقط خدای من هستی. And you sent Jesus Christ. و تو هستی که در واقع عیسی مسیح را ارسال کردی و فرستاده ای. So Jesus is sent by God, but he is not God. و اینجا متوجه میشیم که عیسی توسط خداوند فرستاده شده و خودش نمیتونه خدا باشه. And the third reason I want to think about today is that Jesus died. و نکته بعدی که امروز و نکته سومی که امروز میخوام بگیم اینه که خب عیسی هم مرد. So Jesus was on the cross, and on the cross he died. و اون به صلیب کشیده شد و بر روی صلیب مرد. And so we have someone who died. God does not die. و اینجا ما فردی رو داریم که از دنیا میره و میمیره ولی خداوند هیچ وقت نمیتونه بمیره. So the fact that Jesus dies shows he's not God. We would be in real trouble if God died. و خب اگر عیسی مثلا خدا بوده و میمرده و ما با مشکل روبرو میشدیم و این مسئله غیر ممکن هست چون خداوند به هیچ وجه نمیمیره. So again, three reasons there for believing that Jesus is not God. پس سه تا نکته اینجا داریم که به ما کمک میکنه که به این نتیجه برسیم که عیسی خدا داشته و خودش خداوند نیست. But Jesus does show us what God is like. ولی خداوند میتونه به ما نشون بده که ولی به واسه دوست خواهیم کن عیسی میتونه به ما نشون بده که دقیقا خداوند به چه صورت هست و خداوند از ما چی میخواد در واقع. So could you read John chapter 1
and verse 18. Yohanna bab yek aye 18. Give everyone a moment to find it. For sure. Yeah. Yohanna bab yek aye 18. Okay. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. So you can't see God. این مسئله مشخصه که شما نمیتونید خدا را ببینید. You can't go to God and talk to him and ask him things. شما نمیتونید برید خود خدا را ببینید، باهاش صحبت کنید و خواستهاتون رو بگید. And no one has been able to do that. و هیچ کس قادر به انجام چنین کاری نیست. But God has sent prophets, he sent angels occasionally, and they tell us what God is like. ولی خب خداوند پیامبرانی رو برای ما فرستاده، فرشتگانی رو فرستاده و آنها به ما گفتن و یاری کردن که ما در مورد خداوند بیشتر متوجه بشیم. But Jesus is better than that. اما قطعا عیسی خیلی فراتر از این نکاتی هست که گفتیم. Jesus shows us what God is like better than anybody else. چون که در واقع عیسی در مقایسه به خیلی های دیگه خیلی بهتر به ما نشون داد که خداوند به چه صورت هست. And we'll go to the last passage, which is in Hebrews chapter 1. و آخرین مسئله رو که بررسی میکنیم در واقع عبرانیان باب یک. Right, that gets a little bit longer to find that one, but Hebrews chapter 1. عبرانیان باب یک دوستان. عبرانیان باب یک. And we're going to read verses 1 to 4. آیا یک تا چار رو بهش میپردازیم؟ در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث برد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد. So it's the same picture. God has spoken to mankind through the prophets, he says. و خب اینجا نشون میده که خداوند توسط به واسطه پیامبرانشون پیامبرها با مردم صحبت میکنه. And now he says the Son of God is doing the same thing. و اینجا هم دوباره میگه که پسر خدا کار مشابهی رو انجام میده. And notice that God has made Jesus the owner of all things. و خب میگه که در واقع خداوند عیسی رو در واقع صاحب همه این قدرت ها انجام میده. So if God had not done that, then Jesus wouldn't be the owner of all things. و خب اگر خداوند این توانایی رو به اون نمیداده، عیسی هم توانمند بر انجام چنین کارهایی نبوده. Now it says also that he created the worlds. همچنین اینجا بیان میکنه که اون در واقع خداوند دنیا رو به وجود آورده. Now we have to be careful about this one because it's not talking about the physical universe. و ما باید حواسمون باشه که اینجا در مورد در واقع جهان فیزیکی و مادی صحبت نمیکنه. If you we're going to come back to Hebrews 1 in a second, but if you look in Hebrews chapter 2 and verse 5, you can see what world he's talking about. و اگر ما به عبرانیان باب 2 آیه 5 بررسی کنیم، این مسئله رو بیشتر شفاف میکنه. So if you could read Hebrews 2 verse 5 for us, please. عبرانیان باب 2 آیه 5. او جهان آینده را که از آن سخن میگوییم زیر فرمان فرشتگان قرار نداد. Right, so
He's actually talking about the world to come, like a new world. Jesus starts it off by being raised from the dead. و خب اون در مورد دنیای صحبت میکنه که خواهد اومد و اون زمان خواهد بود که عیسی از مرگ زنده میشه. Anyway, back in Hebrews chapter 1, it talks about Jesus as being the radiance of God's glory and the image of his nature. و همونطور که در واقع در عبرانیان باب خوندیم عیسی رو به عنوان یک فرد ارزنده و ارزشمند با قدرت‌های زیادی نشون میده. So that's in verse 3. در آیه 3 این هست: او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. But it talks about Jesus being the image of God. و همچنین اینجا صحبت میکنه که در واقع عیسی تصویری از خداوند هست. And it uses a technical word which means something produced by a stamp. So a coin would be produced by putting something on a piece of metal and then banging it with a hammer, and you get an image of whatever it was on the coin. و خب این در یک کلمه تخصصی به کار میبره که در واقع ما وقتی میخوایم روی یک آهنی یا مثلا روی یک سکه تصویری رو حک کنیم، محکم به اون ضربه میزنیم و اون وسیله باعث میشه که رو اون آهنه یا اون رو سکه یک تصویری حک بشه. And the point about that is that in the ancient world, everything was made by hand. You very rarely got two things exactly the same. و خب قطعاً در زمان گذشته همه چیز با این سبک درست می شده. But when they made a coin, all the coins were the same and they all had the same image on them. و وقتی هم خب قطعاً سکه می زدن همه سکه ها یک تصویر داشته روشون. And it was the most exact image that they could make in the ancient world. و دقیقاً این همون تصویر بوده که در زمان گذشته می تونستن درست کنن. But the important thing is it's still an image. اما مهمترین نکته این هست که اون فقط تصویر هست، به عنوان یک تصویر دیده میشه. So I have a coin there which has the image of Queen Elizabeth II on it. و خب همونطور که میبینیم اینجا یک سکه هست که عکس الیزابت دوم، ملکه الیزابت دوم روش دیده میشه. Sadly, she's now died. But when she was alive, you could easily tell a difference between the image on the coin and the actual queen. و خب الان فوت کردن، ولی خب در واقع چیزی که وجود در وقت زنده بودن مشخص بود. حالا خود ملکه رو ببینیم یا تصویرش رو ببینیم. And it's the same with Jesus. Jesus is the image of God. He isn't God. و در واقع این هم مشابه هست، در واقع عیسی تصویری از خداوند هست و خود خدا نیست. But Jesus does all sorts of things for God, very important things. و خب عیسی تمام توانمندی‌هایی که خداوند بهش رو داشته در بر داشته و میتونسته از اون توانمندی‌ها استفاده کنه. So the prophets have shown what God is like, angels have shown what God is like, and this chapter in Hebrews is showing that Jesus is greater than either prophets or angels. خب پیامبران نشون میدادن که خدا چجوری است، فرشتگان هم همچنین نشون میدادن تصویری از خدا را، اما در عبرانیان بیان میکنه که جایگاه عیسی از تمامی پیامبران و فرشتگان بسیار برتر و بالاتر هست. So let's summarize what we've seen. خب حالا یه جمع‌بندی داشته باشیم از مطالب امروز. We've seen that Jesus was the Son of God, and that he taught and performed miracles, and in the end was raised from the dead. خب دیدیم که در واقع عیسی فرزند خداوند هست، در مورد تولدش، در مورد انجام دادن معجزاتش و حتی در واقع در مورد دوبار زنده شدنش صحبت کرد. And we saw that Jesus is the Son of God, but he is not God. و به این مسئله بسیار پرداختیم که عیسی فرزند خداوند هست و خودش نمیتونه خدا باشه.
And finally, we saw that Jesus shows us what God is like. و از همه مهمتر اینو بررسی کردیم که در واقع عیسی به ما نشون میده که خداوند به چه صورت هست. Thank you, everybody, for listening. خب ممنون از همگی که در کلاس شرکت کردن و گوش دادن.